به نام خداوند بخشاینده و مهربان، و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. نگرانی افغانستان از برخورد ایران با مهاجران، هیئت بلند پایه به ایران می رود. شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفته که هیئت بلند پایه به ایران اعزام کند و دو کشور برای جلوگیری از تکرار وقایع اخیر برای مهاجران افغان به توافق‌های دست یابند. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که روز گذشته 21 جوزا گزارش را در مورد برخوردهای اخیر با مهاجران و پناهجویان افغان در ایران به جلسه شورای امنیت ملی ارائه کرده است. در این اعلامیه آمده است که افغانستان با ابراز سپاس از میزبانی ایران از مهاجران افغان از دولت کشور دوست و برادر ایران می خواهد تا با اتباع افغانستان با روحیه تساهل و همکاری برخورد کند. شورای امنیت ملی افغانستان همچنین فیصله کرده تا برای جلوگیری از تکرار وقایع تأسف‌بار اخیر در زودترین فرصت هیئت بلندپایه به ایران سفر کند. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که قرار است این هیئت روی تأمین بهتر امنیت مرزهای مشترک دو کشور، جلوگیری از تردد غیرقانونی، تجدید قرارداد کمیسران سرحدی منعقده سال 1335، مبارزه با قاچاق انسان در دو سوی مرز، آغاز روند تثبیت هویت اتباع افغانستان در ایران و قانونمندسازی اقامتشان و نهایی و عملی سازی مسوده موافقتنامه تنظیم استخدام کارگران افغان در ایران با مقامهای ایران گفتگو کرده و به توافقات دست یابد. اشاره وزارت خارجه افغانستان به رویدادهای غرق شدن مهاجران افغان در هریرود و آتش گرفتن خودروی حامل افغانها در آستان یزد ایران است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز خواهان بررسی جدی این رویدادها از طریق مراجع دیپلماتیک دو کشور شده است. آتش گرفتن خودروی مهاجران افغان در یزد. چند روز پیش ویدئویی از آتش گرفتن خودروی در یکی از جاده‌های ایران در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که نشان می‌داد شماری از مهاجران افغان در این حادثه کشته و شمار نیز زخمی شدند. گفته شد که این رویداد به تاریخ 14 جوزا در منطقه مهریز آستان یزد رخ داده است. با گفته مقام‌های افغان این خودرو 14 سرنشین از جمله 13 تبع افغان و یک تبع پاکستان داشته که در این آتش سوزی 3 نفرشان کشته شدند. عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران برای بررسی این رویداد به یزد سفر کرد و گفت که مقام‌های محلی تایید کردند که به این خودرو تیراندازی کردند و این حادثه زمان انتقال مهاجران توسط قاچاقچیان رخ داده است. او گفته که مقام‌های محلی یزد اطمینان دادند که مسببین این حادثه مورد پیگرد قانونی از سوی نهادهای عدلی و قضایی ایران قرار خواهند گرفت. اما مقام‌های ایرانی گفتند که آنها به قاچاقچیان تیراندازی می‌کنند، چه قاچاقچیان مواد مخدر و چه قاچاقچیان انسان. با گفته این مقام‌ها این خودرو که حامل شهروندان خارجی بوده بدون توجه به دستور پلیس پس از حسابت تیر به لاستیک آن 8 کیلومتر با لاستیک بدون باد در جاده حرکت کرده و دچار آتش سوزی شده است. غرق شدن مهاجران افغان. رویداد آتش گرفتن خودروی مهاجران افغان زمان رخ داد که هنوز جنجال‌ها و اختلافات بر سر ادای غرق شدن مهاجران افغان از سوی مرزبانان ایرانی به نتیجه باقی مانده بود. چند پیش برخی مقام‌های افغانستان و شاهدان عینی در این کشور گفتند که مرزبانان ایرانی پس از شکنجه 46 مهاجر افغان آنها را در روز 12 سور وادار به پریدن در داخل رودخانه در مرز مشترک دو کشور کردند. محمد حمید تهاموسی رئیس هیئت تحقیق افغانستان گفته که از این تعداد 12 نفر کشته، 17 نفر دیگر نجات یافته و 17 نفر ناپدید شدند. ایران که این ادعا را رد کرده بود برای بررسی آن هیئت را به کابل فرستاد. محسن بهارونت معاون بین المللی و امور حقوقی وزارت خارجه ایران
ریاست این هیئت را داشت چند روز پیش اعلام کرد که تحقیقات این کشور نشان نمی‌دهد که اتفاق رخ داده در هریرود حاصل مداخله مرزبانان ایران باشد. او گفته که سالانه 500 هزار تردد غیرقانونی از مرزهای افغانستان به ایران انجام می شود و نیروهای مرزبان ایران در یک رویه مشخص با متخلفان برخورد می کنند. آقای بهاران گفته که از افغانستان خواستند که اگر مدارک در این باره وجود دارد در اختیار آنها قرار بدهند تا مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او در سفر به کابل مدارک مبتنی بر تعداد عکس ها و مصاحبه با آنها داده شده که به مراجع ذی‌الصلاح داده شده تا بررسی شود که از نظر حقوقی تا چه اندازه اثبات کننده قصور یا تقصیر است. افغانستان گفته که منتظر بررسی طرف ایرانی است و قرار است به زودی نتیجه این بررسی ها با آنها در میان گذاشته شود. خلیلزاد: روند صلح تضعیف نشود، حکومت متحد برای زندانان طالبان تا آخر هستیم. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در یک نشست خبری گفت آزادی زندانیان طالبان یکی از تعهدات جدی دولت برای دستیابی به صلح و آغاز گفتگوهای بین الافغانی است. او اما تاکید کرد که طالبان نیز باید توافقشان مبنی بر آزادی زندانیان دولت را عملی کنند. آقای صدیقی در ادامه افزود هنوز بیش از وقت است تا زمان و محل برگزاری مذاکرات بین الافغانی را اعلام کنیم. او همچنین خاطر نشان کرد که آزادی زندانیان طالبان تا آزادی تمامی زندانیان این گروه ادامه خواهد داشت. این در حالی است که 3 روز قبل یک منبع در دولت افغانستان که نخواست نامی از او در خبر برده شود به بی بی سی گفت که اولین دور گفتگوهای بین الافغانی در 11 جون سال جاری میلادی در قطر برگزار می شود و انتظار می رود تا قبل از 11 جون روند آزادی 5000 زندانی گروه طالبان از زندانهای دولت افغانستان تکمیل شود. با این حال در 11 جون خبری از آغاز گفتگوهای بین الافغانی مطرح نیست و 2000 زندانی گروه طالبان نیز آزاد نشدند. آغاز روند آزادی صدها زندانی طالبان به فرمان محمد اشرف غنی ارگ ریاست جمهوری افغانستان از دیدار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه این کشور خبر داده است. این نهاد شب گذشته چهارشنبه 21 جوزا با نشر یک اعلامیه گفته این دیدار عصر روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری با حضور حامد کرزی رئیس جمهور پیشین صورت گرفته است. بر اساس این اعلامیه در این دیدار در مورد اقدامات بعدی روند صلح بحث و گفتگو شده است. ارگ گفته آقای خلیلزاد در این دیدار در مورد جزئیات سفرهای اخیرش به پاکستان و قطر معلومات داده و گفته امریکا تلاش دارد تا از فرصت به میان آمده برای تامین صلح پایدار در افغانستان استفاده کند. آقای غنی نیز تاکید کرده که حکومت و سیاسیون افغانستان اجماع سیاسی دارند و متحد به ختم جنگ و تامین صلح پایدار و با عزت در افغانستان هستند. سفارت امریکا در افغانستان نیز امروز با نشر یک اعلامیه گفته در این دیدار در مورد اقدامات عملی لازم برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی گفتگو صورت گرفته است. در اعلامیه سفارت امریکا آمده است که آقای خلیلزاد در این دیدار بر اهمیت ادامه روند آزادی زندانیان و خودداری از هر گونه عملی که سبب تضعیف روند صلح شود نیز تاکید کرده است. حدود یک هفته قبل آقای خلیلزاد دور تازه سفرهایش به قطر، پاکستان و کابل را آغاز کرد. او در سفر به قطر با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در مورد آزادی زندانیان و آغاز مذاکرات بین الافغانی و پس از آن در سفر به اسلام آباد با مقامهای پاکستانی در مورد روند صلح گفتگو کرد. تلاش ها برای گفتگوی مستقیم دولت و طالبان در حال صورت می گیرد که بر اساس توافق میان امریکا و طالبان پس از آزادی 5000 زندانی طالبان از زندانهای دولت افغانستان این گفتگو ها آغاز خواهد شد. تا کنون 3000 زندانی گروه از زندانهای دولت افغانستان آزاد شدند. سهیل شاهین سخنگوی گروه طالبان نیز در توییت نوشته که این گروه روند آزادی زندانیان دولتی را نیز ادامه می دهد.